همگی، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به ویدیوهای امروزمون. آقا داستان از این قراره که چند وقت پیش من دیدم که دارم به صورت خیلی رندوم یه سری کامنت رندوم دریافت میکنم و شما در مورد من یه سری حدسای رندوم میزنید. مثلا تو اینستاگرام یکیتون نوشته بود که دیگه با همسرت زندگی نمیکنی؟ گردو جان مادرت اونجا اسکرچ نکن. گردو من هم دیدم که شما خیلی به حدس علاقه داره، این تصمیم گرفتم که یه دونه پست کامیونیتی بذارم و از شما بخوام که بیاین هر حدسی که دارین برای من خیلی روک و پوست کنده بنویسین توی کامیونیتی و بیام که بهتون جواب بدم. و قشنگ دو هفته کامل صبر کردم که هر کسی هر چیزی داره بنویسه که بیام به همه جواب بدم. قبل از اینکه بریم سراغ حدسای شما در مورد من، یادتون نره لایک کنید، ساب کنید، برام کامنت بذارید و حمایت بکنید. من واقعا به حمایت شما احتیاج دارم. بی معطلی بریم سراغ حدس‌های شما. خب من از اولین حدس شروع میکنم. اولین حدس نوشته که خیلی مهربون و کیوتی. زشته که من در مورد خودم بگم که آره، نمیدونم، زشت نیستش، اعتماد به نفسه، میدونم که آدم مهربونی هستم، ولی در مورد کیوت بودن متشکرم، اینو نمیدونستم. خیلی جدی و قاطع هستی، با غریبه ها سرد هستی و یه کمی بد اخلاق، ولی من اتفاقا عاشق شخصیتت هستم، دلم میخواد مثل تو باشم. بچه ها من توی یوتیوب اون شخصیتی که به شماها نشون میدم، به خاطر اینکه شماها یه جورای دوستای من هستید، خیلی متفاوته با شخصیتی که بیرون هستم. بله واقعا توی بیرون میشه گفتش که خیلی جدی و قاطع و اینا هستم. و اینکه شما چجوری تونستید که اینو در مورد من متوجه بشین با یه تعدادی ویدیو که اصلا خیلی هاشونم در مورد خودم نبود و اینا، خیلی واسم جالبه و بهتون افتخار میکنم. چه چشمای نازی، مرسی. حس میکنم خیلی آدم ساپورتیوی هستی. بچه ها من برای چند نفر اول زندگیم، آدمای مهم زندگیم که آدمای یعنی نزدیکترینا به من حساب میشن، تمامم رو میذارم، ولی برای بقیه یعنی به جز این چند نفر خیلی فکر میکنم که آقا مثلا آیا واقعا ارزشش رو داره، چند درصد میتونم از خودم برای این آدم بذارم. آدمای اول زندگی من کیا هستن؟ اشکان، مامانم، بابام، عرفان، نیوشا و پریسا، یعنی دقیقا همینقدر. و حالا مثلا یه چند تا از دوستام که خیلی دوستشون دارم اونا هم هستن، ولی اینا دیگه مثلا تهشن، یعنی واقعا از اینا بالاتر برای من وجود نداره. من این وایب رو ازت میگیرم، حسابگر و بعضی وقتا خسیس هستی. اتفاقا من فکر میکنم که بعضی وقتا ولخرجم، اگه پول داشته باشم ولخرجم، بعضی وقتا که حسابگرم من واقعا که پول ندارم مجبورم که حسابگر باشم که بتونم اونا رو کنترل بکنم، که بتونم زندگی بکنم. خیلی روک حرف میزنی، این خیلی درسته، یعنی انقدر روکم همه پشماشون میریزه. به راحتی میتونی آدمای سمی رو از زندگیت پرت کنی بیرون. بچه ها این منو میشناسه، منو میشناسی، راستشو بگو، چون اینم هست. خیلی راحت میتونم پرت کنم بیرون آدمای سمی رو. خیلی منطقی و محتاط عمل میکنی. محتاط رو نمیشه گفت، منطقی رو میشه. اتفاقا خیلی ریسک پذیرم. دوست داری آدمایی که کنارت هستن بهشون خوش بگذره؟ آره قطعا، فکر کنم همه همینطوری باشن. نه البته خیلی هم هستن واسه شون مهم نیست، ولی واسه من مهمه. من دوست ندارم آدما کنار من حوصله‌شون سر بره. واسه مهمه حال اطرافیانت خوب باشه. درسته، وقتی همه چی مرتب و منظمه تو خوشحال و خوش اخلاقی. بچه ها به خدای منو میشناسه، شما چی هستین؟ عسل، عسل خانم. واه خیلی حال کردم با این چیزایی که گفتی. اصلا انگار واقعا با من زندگی میکنی، چون اگه خونمون مرتب باشه من میشینم گریه میکنم، ولی خب اگه که مرتب باشه همه چی خوبه. باریکلا، خیلی خوشم آمد. نوشته دستپختت خداست. تعریف از خود نباشه، ولی خب میتونم بگم که واقعا دستپخت خوبی دارم. یعنی هر کسی که غذامو خورده اینو میگه. اوایل اینطوری بودم که نه حالا اونقدرام خوب نیست، ولی الان نمیتونم متواضع باشم توی این زمینه، به خاطر اینکه هر کسی، لیترالی هر کسی که دستپختمو خورده گفته. به خاطر چی؟ بخوام خیلی روک بهتون بگم، به خاطر اینکه من خودم توپلم و شکموام و غذا رو خیلی دوست دارم. غذا خوردن یکی از لذت‌های منه. دستپختم هم خوبه. مغرور، نمیدونم، شاید حق با تو باشه.
فکر میکنم مغرور باشم، نه نمیدونم، باید از آدم های دیگه بپرسم، خودم تا حالا بهش فکر نکردم، ولی نه خیلی راحت عذرخواهی میکنم، خیلی راحت میشینم با آدم ها در مورد مشکلات و اینا حرف میزنم، چون نیستم که بگم وای نه اونطوری نیستم. نه دوست داری کارتو تغییر بدی یا کلا سرکار نری؟ بچه من در مورد کارم این شکلی هم که بعضی وقتها عاشق کارمم، با انرژی میرم سر کار، اصلا همه چی عالیه، ولی بعضی وقتها واقعا دارم خواهد استعفا بدم، واسه همین نمیدونم که این چیزی که ایشون دارن میگن چقدر درسته. بعضی وقتها خب احساس میکنم همه آدم ها اینطوری هم که بعضی وقتها میخوان کلا سر کار نه، یعنی چیزی نیستش که فقط در مورد من باشه. مهربون ترینی عاشقتم، منم عاشقتم. حدس میزنم دوست داری مهم بشی و دوست داری برگردی ایران اگه اوضاع بهتر بشه. بچه‌ها ایشون منو نمیشناسه، من اصلا دوست ندارم مهم بشم، حتی یه فکتی در مورد من هستش که اونقدری که به نظر میاد بچه‌ها رو دوست ندارم، دوست دارم ها ولی نه اونقدر، مخصوصا این که بخوام 24 ساعته یکیشونو داشته باشم که اصلا. و دوست داری برگردی ایران؟ بچه من کلا مهاجرت کردن رو دوست دارم، یعنی تجربه زندگی تو جای جدید دوست دارم، حالا اوضاع ایران که بماند اون که اصلا حرفی توش نیست، ولی شاید اگه مثلا من توی کشور دیگه به دنیا اومدم، یه کشور جهان اول، باز هم به مهاجرت فکر میکردم. با کسی شوخی نداری؟ چرا در مورد من اینطوری فکر میکنم؟ اتفاقا من خیلی آدم فانیم، البته نمیدونم چقدر آدم فانیم، ولی اونطوری که خودم فکر میکنم آدم فانیم. مهربونی ولی عصبانی نباید بشی وگرنه؟ بچه ها مهربونی رو قبول دارم، قبولت برم عزیزم، ولی در مورد عصبانیت احساس میکنم اتفاقا من زود عصبانی میشم، ولی عصبانیتم اونطوری نیستش که داد بزنم و اینا، نه قر میزنم وقتی عصبانیم. آره مثلا شاید اون عصبانیتی که داد بزنم و اینا اصلا تالا چند ساله که برام پیش نیومده، شاید آخرین بار نوجوان بودم اون شکلی عصبی شدم. کلا روی محیط کار و کارت حساس هستی از لحاظ اینکه کارت درست انجام بدی و دقیق هستی؟ بچه ها خب قطعا همینطوره، به خاطر اینکه تو ممکنه با یک حرف زندگی یه بچه رو خراب بکنی یا درست بکنی، و در هر دوی این صورت تو خیلی باید دقت بکنی که چی میگی به اون بچه. برای همین بله من خیلی سعی میکنم که حواسم باشه. یه دونه کامنت بلند، ترس از تنهایی داری؟ من واقعا ترس از تنهایی دارم یا نه؟ شاید آره. بله درسته، یه چیزی به چیزی اشاره کردی که خودم تا حالا بهش فکر نکرده بودم، ولی الان که دارم بیشتر فکر میکنم میتونم بگم که بله. از شکست میترسی؟ نمیترسم اصلا، اتفاقا شکست بخورم تا جایی که بتونم سعی میکنم که دوباره پاشم. از رفتار بد آدم ها رنجیده میشی؟ قطعا همینطوریه، کیه که اینطوری نباشه؟ البته بازم بستگی داره، بعضی وقتا انقدر طرف واسم بی‌ارزشه که واسم مهم نیست. مهربون و کنجکاوی؟ بله درسته. میانگرایی؟ من نمیدونم از چه نظر منظورت اینه که میانگرام. محبت شنیداری رو دوست داری؟ بله خیلی واسم مهمه. ماجراجویی رو دوست داری؟ خیلی زیاد. شکموی؟ خیلی زیاد. هوش اجتماعی بالایی داری؟ قبول شما برم من بله، تا اونجایی که خودم فکر میکنم همینطوره، و کلن ارتباط راحت و خوب میگیرم با بقیه. تا حدودی کینه ای هستی؟ نمیدونم اینو، نه اتفاقا مثلا خیلی راحت آدم ها رو میبخشم، چون دنیا دو روزه، حوصله ندارم از دست آدم ها ناراحت باشم. چقدر همه واسم نوشتن که خیلی مهربونی، وای بچه ها واقعا مرسی، قلبم اکلیلیه. حدسم اینه که عاشق کتاب خوندنی، درسته؟ بله درسته، خیلی، یعنی انقدر که کتاب خوندن رو دوست دارم، مخصوصا حالا الان جدیدن ها سعی میکنم که بیشتر کتاب های مثلا توسعه فردی و خب مثلا رشد شخصی و اینا بخونم که بهم کمک بشه، ولی رمانم خیلی دوست دارم و کلن آره کتاب خوندن اصلا اون حس ورق زدن کتاب، اون بوی کتاب، اصلا اینا به من یه آرامشی میدن که دیوونه کننده است، خیلی دوست دارم، خیلی خیلی زیاد. من انرژی خوب میگیرم ازت و خیلی آرومی، قربونت دارم عزیزم، ولی آروم نیستم اصلا. شاید تو یوتیوب این شکلی دیدید، شاید به خاطر اینکه منو بیشتر تو محیط کار دیدید،
نمیدونم. رفتار بد آدم ها اذیتت میکنه و برای ناراحتی کسی میتونی گریه کنی. نسبت به محیط اطرافت بیتفاوت نیستی و یه زندگی آروم و حق همه میدونی. درسته و فکر میکنم همه همینطوری باشن. یعنی قاعدتا باید همه همینطوری باشن دیگه. همه باید رفتار بد بقیه واسه شون اذیت کننده باشه. همه باید زندگی آروم برای همه بخوان. نمیدونم. فکر میکنم قاعدتا باید همینطوری باشه. دوستای کم ولی صمیمی داریم. دقیقاً همینه. کلاً شاید 3-4 تا دوست داشته باشم. البته این به این معنا نیستش که با بقیه مثلا ارتباط نگیرم و اینا، نه مثلا اتفاقاً با همه ارتباط میگیرم، ولی دوستی که دوست بدونمش خیلی کمه. خیلی قلب پاک و مهربونی داری. وقتی کسی حرف بدی بهت بزنه زودی ناراحت میشی. میانگرایی، بچه ها رو عاشقشونی. بچه ها میانگرا رو الان دومین نفر هستید که برام نوشید. نمیدونم منظورتون چیه، تو چه موضوعی میانگرا هم. در مورد بچه ها هم که گفتم دیگه، حس یه آدمی که اگه بغلش کنم از شیرینی توی بغلم حل میشی. قربونت دارم عزیزم، مرسی. خیلی زود گریه میگیره، این خیلی راسته. بعضی وقتا اشکان میخواد بره سر کار، من گریه میکنم. هر روز میره سر کار اشکان و آرامش میدی عزیزم، فدای تو بشم. خیلی خیلی آدم مهربونی و فکر کنم از این مهربونیت همه سوء استفاده میکنن. نمیذارم آدما اونقدر بهم نزدیک بشن که بخوان سوء استفاده بکنن. یعنی کلا آدمای زندگی من خیلی تعدادشون کمه. آدمای زندگی حضوری من، حالا کاری به زندگی آنلاین و مجازی اینا ندارم. احساس میکنم از ساپورت کردن آدم ها نمیترسی و انجام میدی. سوال، در حال حاضر کدام کشور هستی؟ ترکیه هستم. ساپورتم تو اونجا که دستم برمیا داره انجام میدم. اوایل که ویدیوهاتو نگاه میکردم به نظرم خشن میومدی، قیافت غلط انداز بود، اما الان به نظرم یه خانم مهربان و ناز و البته مستقل و قوی هستی. از اون لحن مهربان و ناز به مستقل و قوی نمیخورد. آره. راستی رنگ چشات هم عجب چیزیه. دوش من خجالت کشیدم. مرسی بچه ها از این همه لطف و محبتی که به من دارید. واقعا به نظرم آدم مهربون و صبوری هستی. به نظرم توی یه خانواده نسبتا پرجمعیت بزرگ شدی. بچه من کلا یه دونه برادر دارم، اگه منظورت خانواده درجه یکه، ولی خب خانواده مادرین پرجمعیت بودن و خب خیلی رفت آمد داشتیم. ولی توی خانواده خودمون یه دونه برادر دارم که کوچیک‌تر از من. به نظر توی ذهنت زود قضاوت میکنی، اما سعی میکنی در نهایت عادلانه برخورد کنی. نه اتفاقا، من اصلا آدم قضاوتگری نیستم. خیلی آدم ها رو درک میکنم و انقدر درک میکنم بعضی وقتا مثلا آدم های دیگه ناراحت میشن از این موضوع که تو اصلا چرا، به چه دلیلی اصلا داری این طرف مقابلو انقدر بهش بها میدی، درکش میکنی، لیاقتشو نداره مثلا، اینجور چیزا رو زیاد چندم. مشخصه خیلی آدم سخت کوشی هستی و فکر میکنم توی بچگی هم سعی کردی هم از لحاظ هم از اخلاقی هم درسی بدرخشی. درسته. آدم های کمی هستن که واقعا بهشون باور داری، اما باز هم مراقبی کسی رو نرنجونی. درسته. باریکلا. گاهی ویژگی های غیر قابل پیشبینی داری، انگار همه ازت زیادی انتظار خوبی دارن. میتونه درست باشه. فکر کنم وقتی به ترکیه اومدی خیلی سختی کشیدی، ولی بعد خودت همه چی درست کردی. درسته. رتبه کنکورت 13000 خورده ای. خوردش رو یادم نمیاد. این که زیادی قلب مهربونی داری و از مهربونیت هم خیلی ضربه میخوری، اما هیچ وقت از محبت کردن و مهربون بودن دست بر نمیداری. پس میزنم دوران مدرسه ریاضیت خوب بوده. بچه شما از کجا من آقا میشناسین؟ پشمام. من اگر ریاضیم خوب بود معلم دبیرستانمون به من ورقه ها رو میداد که من تصحیح بکنم. رتبه کنکورم هم چند تا قبل تر پرسیدین 13000 به خاطر اینکه من رشتم تجربی بود و زیست اصلا دوست نداشتم و درصد زیستم توی کنکور منفی 13% اینا شد، واسه همین یهو رتبه‌مو خیلی کشید پایین. وگرنه مثلا من عمومیامو خیلی خوب زده بودم، قشنگ آدمه. تخصصیامم بجز زیست که واقعا خراب کردم، بقیه‌شون باز مثلا متعادل تر بودن. در همین یه رتبه من قدر داغون شد، ولی مثلا ریاضیم خیلی خوب بود. اسفند ماهی یا شایدم شهریور عزیزم، من بهمنی هستم. یه آدمی هستی که قلب مهربونی هستی و حتی اگه
ببینی دشمنت هم اوکی نیست و مشکل داره، دلت براش میسوزه و کمکش میکنی. کاملا درسته، به خاطر اینکه ما هممون انسانیم و لیاقت اینو داریم که بقیه به همون کمک بکنن. دوست داری همیشه مهربونی و به فکر دیگران بودن و به همون یاد بدی، همیشه از ظاهرت نشون نمیدی چقدر قلبت مهربون و دختر. بچه واقعا شما ها چی توی من دیدین که اینقدر من مهربون میدونید؟ واقعا الان گریه هم میگیره. واقعا مرسی. عاشق بچه هایی و تربیتشون برات خیلی مهمه. تربیت برای مهم هست خدایش. احساس میکنم آدم مسئولیت پذیر هستی و انعطاف پذیر و انعطاف پذیری، میتونید با شرایط جدید خودتو وفق بدی و تو روابطی که داری صادق و شفافی. کاملا درسته. خیلی دلسوزی و تو موارد مختلف زود کوتاه میای. میشه اگه کامنتمو خوندی اسممو بگی بفهمم منم خوشحال شم. عزیزم آیناز دچانیان، آیناز جون به من میگه که خیلی دلسوزی و تو موارد مختلف زود کوتاه میای. دلسوز هستم ولی اصلا کوتاه نمیام. یعنی اون قسمت اولشو کاملا موافقم، قسمت دومشو کاملا مخالفم. یه بوسم به آیناز. احساس میکنم عاشق فیلم سریال دیدنی، کاملا درسته. احساس میکنم که خیلی عصبانی ولی اینطور نیست. بچه من عصبی زیاد میشم ولی میگم بیشتر با غر زدن و اینا نشون میدم عصبانیتم، ولی مثلا اینطوری نیستم که بیام مثلا میدونی چی میگم، مثلا بیام داد بزنم حرف ناسزا بگم، مثلا اینا اینطوری نیستم. با شوهرت خوب نیستی؟ شغل شوهرت چی؟ بچه من میگم اشکام میره سر کار، من گریه میکنم، چجوری میتونم با شوهرم خوب نباشم؟ شغل شوهر چیه؟ برنامه نویس کامپیوتر. حقیقتا کل هست هایی که توی این سه ماه راجبت میکنم ایناست. فکر کنم سه ماه هستن که منو ساب دارن. حتی میزنم ترک زبان باشی که نیستم. من تهران بزرگ شدم، تهران به دنیا اومدم، مادرم مال تهرانه، پدرم مال کرمانشاهه و هیچ چیزی با ترکا ندارم، ولی خب خیلی ترکا رو دوست دارم و زبونشون هم خیلی راحت یاد گرفتم، زبونشون هم خیلی دوست دارم. حدس میزنم تو دعوا خیلی بددهنی. اتفاقا اصلا تو این نیست، من بددهن فقط با دوستای صمیمیم خیلی بددهنم که اونم خیلی نرماله. تو دعوا بیشتر اتفاقا سعی میکنم منطقی حرف بزنم. خیلی اهل کتاب نیستی که اینم باز اشتباهه، خیلی کتاب میخونم. موسیقی های بی کلام دوست داری؟ ترجیحا پیانو دار. موسیقی بی کلامم دوست دارم ولی جاز، پیانو رو خیلی اهلش نیستم، بشینم مثلا پیانوی خالی گوش بدم نیستم. توی ایران تو خانواده پرجمعیت بزرگ شدی که اونم گفتم دیگه، یه دونه برادر فقط دارم. از غذاهای ایرانی متنفری؟ عزیزم فکر کنم بیزار باید بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم، بیشتر همو بشناسیم، چون هیچ کدوم از اینا درست نبود مهری جون، ولی بازم ماچ بهت، چون از غذاهای ایرانی هم باز متنفر نیستم، خیلی دوستشون دارم. در نگاه اول آدم بدی دیده میشی اما مهربون ترینی. دوستای کم ولی صمیمی داری. دقیقاً درسته. بچه‌ها رو خیلی دوست داری و برای همین معلم شدی. بچه‌ها من خیلی شانسی معلم شدم. یه ویدیو دارم که چی شد چرا معلم شدم که حالا براتون میذارم. ولی اینطوری نبودش که مثلا از بچگی رویای معلم شدن و اینا داشته باشم. نه واقعاً. بچه‌ها رو دوست دارم ولی اونقدی عاشقشون نیستم. بعضی وقتام خیلی هم بخوام باهاتون صادق باشم، بعضی وقتا بچه‌ها رو مخم میرن و واقعا میخوام ازشون دور باشم. بله بچه‌ها، این تمام حدسای شما در مورد من بود که من واقعا الان خودم ریختم پشمام مونده، به خاطر اینکه خیلی چیزها در مورد من میدونستین، با وجود اینکه موضوع کانال من بیشتر توی حیطه کاری میچرخه، مثلا من خیلی براتون از اونجا ولاگ میگیرم و اینا، از محل کارم یعنی، ولی خب از طرفی خیلی خوشحال شدم که انقدر منو میشناسین و احساس میکنم که بهتون نزدیکتر شدم و خیلی ممنونم به خاطر انرژی هایی که بهم میدین و دادین و خیلی هم دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی مات بهتون، خدافظ.